یک روز پس از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز، ایران از وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است میگوید: اینقدر این صنعت عمق داره، نفوذ داره، دیدی نیست که با این باتا بلرزه. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز گذشته در واکنش به حادثه نطنز گفته بود این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و هنوز اطلاعات کافی از آسیب به تجهیزات و یا احتمال خرابکاری در دسترس نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تاکید بر ضرورت توجه نخبگان و مردم برای نیفتادن در دام مکارانه طراحی شده رژیم صهیونیستی، نقش صهیونیست‌ها را در این حادثه پررنگ می‌داند و معتقد است صهیونیست‌ها می‌خواهند انتقام موفقیت‌ها در مسیر لغو تحریم‌های ظالمانه را از مردم ایران بگیرند، ولی ما اجازه نخواهیم داد و انتقام این اقدامات را از خود صهیونیست‌ها خواهیم گرفت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید آنچه در نطنز رخ داد نه صنعت هسته‌ای ایران را به عقب برمی‌گرداند و نه در مسیر قطعی رفع تحریم‌ها مؤثر است. همزمان رسانه‌های صهیونیستی اختلال در شبکه توزیع برق تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران را در نتیجه حمله سایبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند، ادعایی که از طرف ایران تایید نشده است. نیویورک تایمز در شماره امروزش از نقش رژیم صهیونیستی از سوی مقامات اطلاعاتی آمریکایی و اسرائیلی اشاره کرده و معتقد است ایران به طور مستقیم اشاره‌ای به علت قطعی برق در این تأسیسات مستحکم نکرده و رژیم صهیونیستی نیز از تایید یا تکذیب علنی این موضوع خودداری کرده است. این مقامات که می‌خواستند نامشان فاش نشود مدعی شدند که این سانحه با انفجاری بزرگ رخ داده و کاملا سیستم برق مستقل و شدیداً تحت حفاظت داخلی را که تامین کننده برق سانتریفیوژهای زیرزمینی است تخریب کرده. آنها معتقدند که این انفجار ضربه‌ای محکم به توان ایران برای غنی‌سازی اورانیوم وارد کرده است و دست کم 9 ماه طول می‌کشد که تولید اورانیوم غنی شده نطنز بازیابی شود. در مقابل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اقدام علیه مرکز غنی‌سازی نطنز را به عنوان تروریسم هسته‌ای محکوم کرد و گفت هر اتفاقی که افتاده جبرانش چندین درصد بالاتر بوده، حالا گاهی 100%، گاهی 20%، گاهی 30%، ما اینجا جبرانش رو 50% بیشتر خواهیم کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی رخ دادن سانحه نطنز را در خلال مذاکرات وین برای احیای برجام مورد توجه قرار داده و معتقد است حمله روز یکشنبه در نطنز در موقعیتی رخ داده که قدرت‌های جهانی سعی می‌کنند درباره بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای تهران مذاکره کنند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییت معناداری بر ضرورت سالمسازی امنیتی در کشور تاکید کرد و نوشته است آیا وقوع مجدد آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آن هم در کمتر از یک سال پس از انفجار قبلی، نمیتواند نشان از جدی بودن پدیده نفوذ باشد؟ از سوی دیگر یک مقام مطلع در وزارت اطلاعات از شناسایی هویت فردی که با ایجاد اختلال در سیستم برق مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن نطنز باعث قطع برق رسانی به یکی از سالن‌های این مجتمع شده بود خبر داد و گفته شده چگونگی ایجاد اختلال در سیستم برق رسانی نیز از سوی گروه فنی مشخص شده و از دیروز مجموع اقدامات لازم برای بازگرداندن سالن آسیب دیده به مدار فعالیت مجدد آغاز شده است.